با درود بسیار و سلامی چوبوی خوش آشنایی، بسیار محبت کردید که بیننده عزیز برنامه نگاه هستید. کرونا در جهان داره بیداد میکنه. روز به روز بر تعداد جان باختگان در سراسر گیتی داره اضافه میشه. در میهن عزیز ما متاسفانه روز به روز کشتگان بیشتر میشن. البته بسیاری از آخوندها بیشتر نگران زیارت مردم و بستن زیارتگاه ها هستند. برای اینکه این مساجد، این امامزاده ها و این جاهایی که مردم میرن زیارت میکنن جاییست که ازش استفاده میکنن، پول مردم اونجا میارن. به هر حال نمیدونم که بالاخره تصمیم گرفتن که زیارتگاه ها رو تعطیل کنن یا خیر. البته روزنامه کیهان نوشته چطور میشه که مغازه ها باز باشه، گردشگاه ها باز باشه ولی امامزاده ها بسته باشه. واقعا بعضیا کلمات قصار میگن. بعد آقای روحانی که معروفن به راستگویی و حرفهایی که میزنن فرمودن که در ایران تعدادی از استانها سفیده، تعدادی آبیه، تعدادی قرمزه. اما آقای نمکی وزیر بهداشت و دوستانشون فرمودن والا همه جا قرمزه. اما آقای روحانی بالاخره یه حرفایی میزنه. چه زمانی ایشون حرف راست گفته که حالا بزنه؟ برخورد کردم با گفته ای از چرچیل. چرچیل میگه از کنار قبری میگذشتم که روی آن نوشته بود آرامگاه مردی راستگو و سیاستمداری بزرگ. این اولین باری بود که فکر میکنم دو نفر رو در یک قبر کردن. یعنی هیچ سیاستمداری راست نمیگه. به تماشای برنامه نگاه خوش آمدید. نگاه نخست من به فرشتگانی است که این روزها با کرونا دارن دست و پنجه نرم میکنن. پزشکان و پرستارانی که باید از راه دور دستهای پر مهر اونها رو فشرد و حتی بوسید و احترام بسیار برای اونها داشت. به نظر من، البته نه تنها به نظر من، امروزه به نظر جهانیان اونها فرشتگانی هستند که در راه نجات مردم دارن فداکاری میکنن. البته در طول تاریخ پرستاران بسیاری داشتیم که این روزها میشه ازشون یاد کرد، به خاطر اینکه اونها در راه نجات بیماران و خدمت به بشر بسیار بسیار کوشا بودن. بعضی ها نامشون در تاریخ هست، در ردیف بزرگان علم و دانش نامشون هست. میخوام به چند تاشون اشاره کنم. بله، مادر ترزا زاده 26 اوت 1910 در عثمانی، رابعه کاتولیکی که زندگیش رو در خدمت بیماران گذاشت. در سال 1938 به هندوستان رفت و تمام عمر را به فقرا کمک کرد. مادر ترزا به خاطر خدمات انسان دوستانش در سال 1979 جایزه صلح نوبل را به خودش اختصاص داد و در سال 2003 از طرف پاپ ژان پل دوم آمرزیده شناخته شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در 4 سپتامبر سال 2016 مادر ترزا را قدیس اعلام کرد، یعنی مقدس. مادر ترزا در سراسر دنیا مورد احترام بود. نگاه بکنید، ریگان و همسرش او را خواستن و از او تجلیل میکنن. و پیامی از مادر ترزا: خداوند به ما دستور نداده که کارهای بزرگ بکنیم، بلکه کارهای کوچک را با عشق بزرگ انجام برسانیم. پرستاران نامدار بسیاری در دنیا داشته ایم،
و الان هم داریم. از جمله فلورانس نایتینگل، همون بانویی بود که در جنگ جهانی اول به سربازان خدمت کرد و او پایه‌گذار اولین مدرسه پرستاری یا دانشکده پرستاری در جهان بود. امروز ما باید به پرستاران و فرشتگانی که دارن در ایران و در سراسر دنیا خدمت میکنن احترام بگذاریم و دستهاشون رو از راه دور ببوسیم. البته در زندانهای ایران فرشتگان بسیاری هستند که حکومت اونها رو زندانی کرده، به ویژه در این زمانه کرونا که در بسیاری از کشورها زندانها رو باز کردن و مرخصی دادن، اما در ایران هنوز بسیاری از زنان و مردان این فرشتگان در زندانها هستند و معلوم نیست که با وجود کرونا چه بلایی به سر اونها میاره. البته باید برای این فرشتگان زندانی احترام بسیار داشت، چه زندانیان زن و چه زندانیان مرد که تنها به خاطر آزادی و میهندوستی در زندان هستند. اجازه بدید که محمد نوریزاد رو در این موقع فراموش نکنیم. همسرش از او میگه: من الان از ملاقات آقای نوریزاد میخوام بگم که اصلا آقای نوریزاد تو این دنیا نیست، اصلا تو این دنیا نیست، همش واگویه میکنه دفاعیاتش و صحبتاشو، اصلا این کار ما نمیدید، همینطوری صحبت کرد از حال رفت. اون مراقبین رو من صدا زدم، گفتم من هیچی نمیخوام شما، بعد ایشون رو باید آزاد بشه، این روزا چیزی نمونده ازش. ماه رمضان آغاز شده، رمضان استثنایی کرونایی. مردم باید در خانه بمانند. حکومت گفته که مردم باید روزه بگیرند و سحر و افطار باید به مردم کمک کرد و خود مردم هم یک شوخی ساختن، میگن این روزها در خیابان که میایم ماسک داریم و مامورین نمیتونن بفهمن که ما احتمالاً داریم چیزی میخوریم. اما آخوندها دارن سخت فشار میارن که زیارتگاه ها رو باید باز بکنن که مردم برن شفا بگیرن. از جمله این آقای علم الهدا اعلام کردند که برید به زیارت امام رضا و همه شفا بگیرید. گوش بکنید به فرمایشاتشون. خود حضرت شفا میدن. اینایی که میان تو حرم امام رضا به امام رضا متوسل میشن شفا پیدا میکنن. در این حالی که شفا میدن. دوستان توجه داشته باشن که اصولا ذکر اهل بیت، یاد اهل بیت، صحبت کردن درباره اهل بیت یکی از بهترین عبادات است. همه ساله در حریم علی بن موسی رضا علیه السلام توسط خادمان بارگاه این امام همام برنامه های شب بله، این آقای علم الهداست. جالب اینه که در عربستان سعودی خانه خدا رو تعطیل کردن. بسیاری از زیارتگاه ها رو که هزاران نفر در روز می آمدن به اونجا، عربستان سعودی تعطیلش کرده. بله تعطیلش کرده. راستی یه خبرم بگم، عربستان سعودی اعلام کرد که شلاق زدن رو قلقن کرده، کاری رو که در ایران هنوز دارن انجام میدن و زن و مردها رو شلاق میزنن. اصلا دادگاه ها اعلام میکنن که چند تا شلاق بزنن. اجازه بدید در اینجا من از یک مسلمان تجلیل کنم، امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان. او چند روز پیش اعلام کرد که روستاییان خواهش میکنم الان روزه نگیرن، روزه رو بگذارن برای روزهای دیگه.
البته این یک شخص استثنایی است، اعلام کرد که بسیاری از این مساجد رو باید ببندیم و بست، اکثریت مساجد رو بست و تبدیل کرد به کتابخانه و دبستان و همینطور اعلام کرد که افراد تا 18 سالگی نباید به مسجد برن، یعنی دینشون رو بعد از 18 سالگی انتخاب بکنن. اخیراً هم اعلام کرد که کسانی که پایین 30 ساله هستن خواهش میکنن به مکه نرن، بله به مکه نرن، و اگرم میخوان برن بعد از 40-50 سالگی برن، ولی بهتره نرن و پولش رو صرف مردم بکنن، پولش رو به فقرا بدن، صرف مملکت بکنن. جالب اینه که تاجکستان با این رئیس جمهور بسیار خوب تنها کشوری است که الان بیمار کرونایی نداره. به محض اینکه شنید که کرونا آمده مرزهاشو بست، پروازها رو تعطیل کرد، به ویژه به چین، درست برعکس ایران که همه میگفتن کرونا آمده از چین میاد، اما پروازهای ماهان به چین ادامه داشت. دوست عزیز من نیک آهنگ کوثر درباره کرونا در ایران پیامی برای من فرستاده، ویژه این برنامه که با هم گوش میکنیم. آقای کاردان عزیز سلام، درود بر شما. امیدوارم در قرنطینه بهتون خوش بگذره، همچنین به بینندگان خوب برنامه که از خونه نمیتونن تکون بخورن. البته متاسفانه میدونیم که بسیاری از مردم خوب کشورمون به خاطر مشکلات اقتصادی چاره ای عملا ندارن جز اینکه برن سر کار، اما این سر کار رفتن سلامت خودشون و دیگران هم ممکنه به خطر بندازه و مسئولیت این ماجرا به طور کامل بر گردن دولت روحانی و حکومت جمهوری اسلامی هست، حکومتی که عملا ثروت ملی رو غصب کرده و بین مردم تقسیم نمی کنه. گفته میشه ثروت نهادهای زیر دست آقای خامنه ای چند صد میلیارد دلار هست، اگر این پولها رو تقسیم بکنن بین مردم در دوره‌ای که نیازمند این کمک‌ها هستن، ممکنه وضع بسیاری از مردم کشورمون که الان به خاطر بیکاری وضعیت سختی رو دارن بهتر بشه. اما خامنه‌ای چنین کاری نخواهد کرد. نهاد بسیار مشخص زیر نظر آقای خامنه‌ای سپاه پاسداران است و هواپیمایی ماهان ایر هم زیر نظر سپاه و خانواده هاشمی رفسنجانی کار میکنه و این شرکت هواپیمایی عملاً وارد کننده کرونا به کشور بوده و باعث بروز و گسترش بیماری در نقاط مختلف ایران شد. اگر جلوی سفر به چین گرفته میشد و پرواز از چین رو قطع میکردن، بسیاری از مردم خوب ما امروز زنده بودن. متاسفانه وقتی هم که فهمیدن قم داره میشه مرکز شیوع بیماری، قرنطینش نکردن و مراکز مذهبی رو هم تعطیل نکردن به موقع. اتفاقی که داره میفته این هست که بسیاری از این مراکز مذهبی میشن مراکز شیوع بیماری ها. الان هم در ماه رمضان برخی به این خیال هستند که با روزه گرفتن و رفتن به مسجد برای عبادت در مکانهایی که همیشه بهش عادت دارن بیماری سراغ اونها نمیاد. متاسفانه بیماری کووید 19 ناشی از ویروس کرونا جدید تبعی سرش نمیشه. بیدین، بادین، جوان، پیر، ورزشکار، تنبل، همه رو به یک چشم میبینه و مریض میکنه. فقط سیستم ایمنی باید قوی باشه و روحیه باید خوب باشه. همچنین بهداشت رو باید بتونیم رعایت بکنیم، به ویژه در کشوری که منابع آبیش به خوبی مدیریت نمیشه و بسیاری از مردم در مناطق حاشیه کشور از آب سالم و بهداشتی محروم هستند و فاضلاب در این مناطق تصفیه نمیشه. و همین مسئله با توجه به اینکه امروز میدونیم ویروس کرونا در فاضلاب هم دیده شده باعث نگرانی هست. امیدوارم روزی بیاد که ما بتونیم کشور رو آباد بکنیم و به سمتی ببریم که در هنگامه بروز چنین بحران‌هایی این همه نگرانی میان مردم وجود نداشته باشه. اجازه بدید نگاه سوم رو با جمله‌ای از آنتون چخوف، نویسنده و پزشک نامدار روسی آغاز کنم. چخوف میگه خطرناکترین نوع بشر کسی است که فهمش کم و اعتقادش زیاده. در دوران تراژدی کرونا هستیم و این جمله چخوف به نظر من جمله جالبی است. خیلی ها اعتقادهای بسیار بسیار عقب افتاده ای دارند. آخوندها
در این دوران کرونا و ماه رمضان بیشتر از همه نگران باطل شدن روزه های مردم هستند و نگرانن که مردم مبادا روزه نگیرن. آیت الله مکارم شیرازی جمله جالبی راجع به باطل شدن روزه گفته. ایشان فرمودن لیز زدن زری اگر به قصد شهوت نباشد روزه را باطل نمی کند. نمی دونم پزشکان در این باره نظرشون چیه. آیا کسانی که میرن زیارت لیس می زنن این در و پنجره جاهای مقدس و روزشون باطل میشه یا نه؟ باطل نمیشه. باید به قصد شهوت، نمیدونم مگر به قصد شهوت لیس میزنن؟ نه، باید به قصد شهوت لیس بزنن. یادتونه مدتی پیش یک آخوندی که میگفتش که من طب اسلامی بلدم راه افتاد رفت به بیمارستان ها و گفت بیمارهای کرونایی رو معالجه میکنم، دوربین و فیلم بردارم با خودش برده بود، به چند نفر یه چیزایی داد خوردن، بعدها معلوم شد که اون تفلکی ها فوت کردن. نگاه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. در حالی که دانش آموخته‌های مکتب هاریسون به جای درمان مردم، مردم رو ترسوندن، قرنطینه کردن، از اجتماع دور کردن، ما دانش آموخته طب اسلامی حاضریم در قرنطینه وارد بشیم، راه و روش درمان رو به همه مردم نشون بدیم و قدرت اهل بیت رو به همه مردم نشون بدیم. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. تو یکی از این بیمارستانایی هستیم که مرجع تشخیص داده شده. این رو بفرستید واسه همون خانم دکتری که گفت که هر که اومد تو قدم زد هم استعفا میدم هم در تمام دانشگاه علوم پزشکی رو میبندیم. اینو برای اونا بفرستید. کلیپای بعدی هم میاد. از همون بخون مال پیغمبره. حالا جان حالا چطوره؟ دراز بکشی سنگینه؟ همیشه می راحت تری؟ دراز بکشی راحت تری همیشه تری دراز؟ از همون بخون. البته معروف ترین آخوند طب اسلامی آیت الله تبریزیانه که اگر یادتون باشه مدتی پیش کتاب‌های معتبر طبی رو آتش زد و گفت بهترین طب طب اسلامیه. اجازه بدید با هم دیگه نگاه بکنیم به مصاحبه از این آیت الله با طب اسلامی آیت الله تبریزیان که در مورد اجنه با ما صحبت میکنه. چجوری میشه اجنه رو از خونه ها بیرون کرد؟ حال کردن این که انسان پوشش نداشته باشه، مثلا لخت باشه، شیاطین طمع میکنن، بیماری تولید میشه. حالا اگر چنین چیزی بشه، یکی دوتا سوال بودی که اینکه راه درمانش چیه؟ بله، البته اگر این مشکل پیش میاد بهترین درمانش بر اساس روایات این است که در خونه البته این کار را اول تکرار نکنن و اصلا از اساس این کار را نکنن. حالا اگر این اتفاق افتاد برای دور کردن این شیاطین بایستی در خونه دو تا یا سه تا یا چهار تا کفتر کبوتر نگه دارن. در روایت داره که اینا وقتی بال میزنن اونها فرار میکنن. این بشیری خیلی خوبی علاوه بر یه سری دعا و احرازی که از ائمه وارد شده همراه خودشون داشته باشن یا مثل هر زابو دجانه در خونه داشته باشن. البته سری درمان های دیگری هم هست، اینا باید حضوری تشریف بیارن. بله، این علائم ظاهری چیه که بفهمن مثلا ایشون مجنون شده شیاطین؟ بله، البته اینایی که مبتلا به این مشکل میشن خب اینا یا در خواب میپرن، البته یا احساس خفگی میکنن در خواب، یا در خواب میپرن یا احساس خفگی میکنن، یا کنترل بدن از دستشون خارج میشه یا میفته دست اوناست، یا اینکه یه موارد شدیدترش هم ممکنه ببینن، صدایی بشنون و ببینن و حس کنن یه نفری همیشه پشت سرشون هست و از کنارشون رد میشه و حتی دیگه مراحل سخترش هم
ممکنه همه رو هم بستر شدن و کل وطن همه تفصیلاتش به حق نداشت. این راه دفع اجنه و شیاطین هم همون همونهایی که عرض کردم. ولی اینی که نصیحت میکنم به فکر این کار نیفته. این کار خوبی نیست و عوارض و ضررهای خیلی زیادی داره. حالا بعضی ها تمام میکنن که از این راه ازدواج کنن ولی این کار خوبی نیست. حالا تازه فهمیدیم که چرا بعضی ها کفتر بازن و تو خونهشون کفتر نگه میدارن. کفتر که بال میزنه اجنه فرار میکنن. البته آیت الله نفرمودن که چه نوع کفتری باید باشه. سفید باشه، خاکستری باشه، سیاه باشه، دورنگ باشه، توقی باشه و غیره و غیره. اجازه بدید این دوتا کبوتر رو بهتون نشون بدم که حتما دارن از آیت الله تشکر میکنن که از اونا یادی شده و اونا هستن که اجنه رو فراری میدن. و اما بزرگترین موفقیت آخوندها برای معالجه کرونا در هفته گذشته در دنیا مثل بمب صدا کرد. بله، ادرار شتر. ما شنیدیم که در بسیاری از کشورها از ادرار گاو استفاده میکنن، از ادرار گوسفند، اما خواص ادرار شتر رو نمیدونستیم که اون هم به ما گفتن. با هم نگاه کنیم به این کاریکاتور که خود آخوندام دارن از اون میل میکنن. گیلاساشون مثل آبجو میمونه. خود شتورم داره میل میکنه. نمیدونم از ادرار خودش میل میکنه یا اینکه مثل اینکه داره آبجو میخوره. بگذاریم، کاریکاتور بسیار جالبیه. اما من نمیدونم این کاریکاتور رو آیت الله تبریزیان دیده یا نه. قبل از آمدن حکومت جمهوری اسلامی در رادیو تلویزیون ملی ایران برنامه‌های متعددی برای ایام نوروز ساخته می‌شد. سریال‌ها، برنامه‌های تفریحی و خوانندگان ترانه‌های ویژه نوروز می‌خواندند و خود من هم برنامه‌های متعددی برای ایام نوروز درست می‌کردم و بسیاریش رو هنوز هم دارن استفاده می‌کنن، مردم دارن می‌بینن. اما از زمانی که جمهوری اسلامی آمد، ایام نوروز رو آنچنان که باید گرامی نداشتن، برای اینکه آخوندها با این عید سعید ما مخالف بودند. اما البته مردم مقابلشون ایستادن. جمهوری اسلامی، صدا و سیمای تلویزیون جمهوری اسلامی برای ایام ماه رمضان سریال میسازه و در بسیاری از کشورهای عربی این کار رو میکنن. مثلا شنیدم در مصر 36 سریال برای ماه رمضان ساختن. البته یادتون باشه که اونها ماه رمضان براشون ماه مبارک، ماهی است که میشه عروسی کرد، میشه جشن گرفت. اما در ایران به خاطر واقعه که اتفاق افتاده، سه روز این ماه عزاداری است و بیشتر به فکر عزاداری هستن و حکومت ها به مردم فشار میارن. اخیراً جمهوری اسلامی برای ماه رمضان سه تا سریال ساخته. سه تا سریال به نامهای بچه مهندس، سرباز، پدر و پسری و زیر خاکی که همه کمدی هستند و ساخته که مردم سرگرم بشن در این ماه رمضان، به ویژه که به خاطر کرونا در خونه هاشون هست. اما در مورد یکی از این سریال ها، سریال زیر خاکی، مواجه با اشکال شد. چون هنرپیشه، یکی از هنرپیشه های این سریال، یعنی خانم گوهر خیراندیش، همشهری عزیز من که شیرازیه، ایشان بعد از اینکه سریال رو بازی کرده و سریال تموم شده، آمده آمریکا، عروسی دخترش بوده و توی عروسی دخترش لباسی پوشیده که مورد توجه جمهوری اسلامی نبوده و همینطور زبونم لال رقص کرده در عروسی دخترش و در انجام رقص داماد رو هم بوسیده. نگاه بکنید به این عکس. اول نگاه بکنید، خواهش میکنم، به لباس ایشون همراه مهماناشون و همینطور نگاه بکنید به دختر خانمشون که عروس بودن و دامادشون و خانم گوهر خیراندیش.
البته تصور میکنم خانم گوهر خیراندیش فکر کرده که اگر یه روسری اون عقب بندازه و احتمالاً دامنش بلند باشه مشکلی نیست. هیچ کدوم از این عکس‌ها زیاد مشکلی برای این سریال ایجاد نکرده. مشکل بزرگ این بوده که خانم خیراندیش در مجلس عروسی دخترش رقصیده و این روزها هم که این تلفن ها دست همه است و همینطور دارن تصویر برداری میکنن و فردا این تصویر رو میذارن روی فیسبوک در جاهای دیگه، بالاخره این تصویر هم به ایران رسیده. نگاه بکنید به این کار خانم خیراندیش که باعث شده که موقتا جلو سریال رو بگیرن و نمیدونن چه کار کنن. و بعد از پخش رقص خانم خیراندیش مقامات جمهوری اسلامی حیران شدن که چی کار بکنن با این سریال، چی کار بکنن که یکی از بازیکناش رفته تو آمریکا توی عروسی دختر خانمش مختصر قری داده. به هر حال یک جوری چون خرج کرده بودن سریال رو دارن پخش میکنن و خانم خیراندیش هم بازیگر خوبی است. نمیدونم اگر به ایران بره، خدایی نکرده شلاقی هم باید بخوره یا نه، ولی به هر حال زحمت براش ایجاد میشه، خودش باید تصمیم بگیره. اما نکته بسیار جالب اینه که طبق آماری که من دیدم تعداد کسانی که این رقص رو تماشا کردن روی یوتیوب از تعداد کسانی که سلولار رو دیدن بیشتره. جالبه. پرواز کنید، پرواز کنید به سلامتی. دکتر مهران خورسندی و دکتر معین اخترلالا، متخصصین با تجربه در قلب و عروق با بردهای تخصصی، در خدمت جامعه ایرانی. اگر نمی توانید راه بروید، اگر پای شما درد می کنند، اگر موقع تحرک درد سینه می گیرید یا نفستان تنگ می شود، به پزشک متخصص مراجعه کنید. Center for Advanced Cardiac and Vascular Intervention and Amputation Prevention Center is a state-of-the-art facility to treat arterial and venous disease. We are committed for state-of-the-art best service for our patients. مطبای دکتر خورسندی و دکتر لالا در دو منطقه سیدر ساینای و تارزانا. 310-652-2744 و 818-905-5904. پرواز کنید به سلامتی. در بسیاری از موزه های به نام جهان آثار با ارزشی است که از سراسر جهان به دیدن آنها می آیند و شهرت و افتخار موزه ها به داشتن این آثار بسیار گرانبهاست. آثار تاریخی و باشکوه ایران نیز در میان شاهکارهای جهان می درخشند. فرش های ایرانی، دسترنج و افتخار هنرمندان ایرانی در میان آثار با ارزش موزه ها درخششی چشمگیر دارند. بسیاری از کاخ‌های باشکوه جهان با فرش‌های ایران تزیین شدند. گالری فرش توسی در قلب لس آنجلس موزه ایست از فرش‌های استثنایی و با ارزش ایران. ده 825 سانتا مونیکا بولوارد، لس آنجلس، کالیفرنیا 925. شماره تماس 310-44-10-100. زندگی در آمریکا بدون بیمه خطرناک است. بیمه سلامتی، بیمه اتومبیل، بیمه عمر و انواع بیمه ها به وسیله مشاوری آگاه و با تجربه با بهترین قیمت برای شما فراهم می شود. جوزف کره‌ای برای هزاران نفر بهترین بیمه ها را فراهم کرده است. 818
909-0777 و 310-360-304. سقوط پرواز 752 هواپیمایی شرکت هوایی اوکراین و جان باختن 176 نفر سرنشین این هواپیما زخم مهلکی است که به این زودی ها التیام پیدا نمی کنه. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه به نوعی این فراموش بشه و اون جعبه های سیاه رو هم هنوز نداده، اما این کاری نیست که به این سادگی ها بشه حلش کرد. این زخمی نیست که به راحتی میشه مداواش کرد. تمام خانواده ها در کانادا و در اوکراین دارن کارهایی میکنن برای اینکه این جمهوری اسلامی رو وادارش بکنن که خسارت بده، خسارت هواپیما، خسارت سرنشیناشون و غیره. اما جالب اینه که 5 نفر در ایران در آمل آمدن اعتراض کردن که چرا دولت این کار رو کرده. اینها برادران و خواهران ما بودن. فکر میکنید حکومت با این 5 نفر ایرانی چی کار کرده؟ 30 ماه باید برن زندان. 30 ماه باید برن زندان. خیلی جالبه، این 5 نفر باید 30 ماه برن زندان. حالا با هم نگاه بکنیم به این کاریکاتور در این باره. چرا زدی؟ چرا پرسیدی؟ مردم حق اعتراض به هیچ چیزی رو ندارند. و اما میدونیم که خانواده های کسانی که فرزندانشون رو، پدرشون رو، مادرشون رو در این واقعه اسفناک از دست دادن، به ویژه در کانادا، هنوز ساکت نیستند و ساکت هم نخواهند بود و یک گروهی رو اعلام موجودیت کردند برای اینکه حکومت جمهوری اسلامی رو به نوعی سر جاش بنشونند. نگاه ششم رو آغاز میکنم با پیام یک بانوی ایرانی میهن دوست. نکته بسیار جالبی رو این خانم عزیز مطرح میکنه. سخنی با 80 میلیون ایرانی. با یک مثال شروع میکنیم. یک گروه 50 نفره رو در نظر بگیرید که نیاز به یک سفر پیدا کنه. این سفر هزینه های مثل نهار، شام و غیره داره. اگر هزینه این سفر رو یک نفر پرداخت کنه، فشار زیادی رو باید تحمل کنه. مثلا اگر هزینه یک فرد نهار برای 50 نفر چیزی حدود 2 میلیون بشه، اون یک نفر بعد این 2 میلیون رو یک جا پرداخت کنه. اما اگر این هزینه ها پخش بشه، هر نفر باید 40,000 تومان پرداخت کنه. و هرچه تعداد افراد گروه افزایش پیدا کنه، به دنبال اون هزینه پرداختی افراد کاهش پیدا میکنه و طبیعتاً فشار کمتری به افراد وارد میشه. این مثال رو تطبیق میدیم به مشارکت سیاسی افراد. در حال حاضر کشور نیاز به یک انقلاب اساسی داره و طبیعتاً این انقلاب هزینه های زیادی رو در بر داره. اگه قرار باشه هزینه آزادی 80 میلیون ایرانی رو فقط چند نفر فعال سیاسی پرداخت کنن و بقیه مشارکتی نداشته باشن، فشار بیش از حد تصور بر دوش فعالان سیاسی و خانواده هاشون متحمل میشه و زندگی این افراد به مرور زمان از بین خواهد رفت. پس هموطن، سهم خود را بپرداز. سهم خود را می توانید از هر طریقی بپردازید.
در صفحات مجازی به صورت علنی و با تعداد بالا فعالیت کنید. موقع اعتراضات در خیابان‌ها با تعداد بالا حضور داشته باشید. موقع اعتصابات با تعداد بالا مشارکت کنید. و اگر کسی از شما در این راه زندانی شد، آنقدر حمایت و سماجت به خرج دهید تا آزادیش را ببینید و در نهایت دوباره متذکر می شوید. هموطن، سهم خود را بپرداز. در برنامه گذشته همشهری‌های عزیز شیرازی رو نشون دادم که دارن به کسانی که احتیاجی به غذا دارن کمک می کنن. دیدم که یک ایمیل برای من آمده از یک خانومی از شیراز که یک ویدیو هم همراهش هست که گفتن که ما نیز به اتفاق دوستانمون رفتیم تعداد زیادی بسته‌های غذا درست کردیم که به کسانی که این روزها احتیاج دارن بدیم. ممنونم از اینکه با من تماس میگیرید. از همه ایمیل ها تشکر میکنم. نگاه بکنیم به این همشهری عزیزم. سلام، امروز یک اردیبهشته، داریم میریم برای پخش بسته های غذایی که کمک افراد بی‌وضاحت باشه. بسته های شامل برنج، روغن، سویا، قند، رب گوجه، ماکارانی، عدس و نخوده. اگه چیز دیگه از قلم ننداخته باشم. داریم این بسته ها رو پخش کنیم، عکس و فیلمش رو براتون میذاریم. با دوستم دارم میام که البته گفته فیلم روش نندازم و اینکه ماشین کل عقب پره، صندوق پره، وزیر پاهمون هم پره. تصور نکنید که تمام وکلای مجلس شورای اسلامی کسانی هستند که میخوابن یا حرف درستی نمیزنن. در بینشون یکی دوتا هم هستن که حرفای جالبی میزنن. نگاه بکنید به حرفای این وکیل که یکی از بینندگان عزیز برای من فرستاده. من یه گله‌ای از هیئت رئیسه بکنم و اون خطابی که چند بار فرمودین اعتنا نکردم جواب بی‌اعتنایی آقای رئیس شما و دکتر لاریجانی بود که اجازه بدید صحبت ما داشته باشم. من از اول صحبت آقای مظفر کتاب آیین نامه رو بلند کردم. از اطلاعی اعتنا نکردیم، مسئولیت مشترک داریم. ماده 25 همه اجازه بده صحبت رو تمام کنم. شما هنوز اونجا 10 روز تمام نشده داری همون ایراداتی که به دوستان میگرفتی خودت الان از خودت نشون میدی. یه مقدار شیصد داشته باشی، یه مقدار به نمایندگان توجه بکنی، یه مقدار حرمت نمایندگان رو حفظ کنی. چه خبره؟ هر کسی پشت این صندلی ها میره خودشو گم میکنه. مشکل مدیریت، به والله مشکل مدیریت اون نهادهایی که گزن کلوفتی میکنن و با قاچاق و ما به نام وظیفه اقتصاد مملکت ایران را به این روز در آوردن. مسئولن. برادر از خواب بیدار شو، برادر از خواب بیدار شو. مملکت ما الان در موقعیت بدیه. تا کی بخوابیم؟ تا کی این بازی‌های پارلمانی را می‌خواید اداره کنید؟ ادامه بدیم. هی اصلاحیه، اصلاحیه. قانون برنامه 5 ساله جواب نداد. قوانین مادر جواب نداد. قانون مبارزه با فساد جواب نداد. قانون مبارزه با قاچاق جواب نداد. والله بالله تلا در بیرون از این پارلمان به ما می‌خندد. به همین اندازه ای که دنبال ریاستیم، دنبال پستیم، صندلی های بی خودیم، به فکر مردم باشین. دروغ بگید شما دنبال حل اشتغال جوانانیم، بیاین محاسبه کنید. دروغ بگید ما از این که با قاچاق مبارزه کنیم باید روند نزولی داشته باشه. چرا نداره؟ این اختلالی که در بازار ارز به وجود اومد، باور بفرمایید این نشان از این است که ما قاچاق نه تنها مبارزه نکردیم بلکه قاچاقچی خودماییم.
آقای وکیل عزیز، مشکل فقط اینها نیست که شما گفتید، باید عمامه ها رو برداشت. شاید اگر عمامه ها رو برداریم مشکل ها آسان تر بشه، یا شاید هم یک کمی بهتر بشه. حالا با هم نگاه بکنیم که در میدان فردوسی یک خبرنگاری از یک آقای پرسیده اگر کرونا بگیری چه کار میکنی؟ اگر کرونا بگیری چه کار میکنی؟ هیچی. امیدوارم که زودتر بگیرم، یعنی 90% ما امیدواریم زودتر بگیریم، یعنی نمیتونیم دست خودکشی بکنیم، خیلی سخته. بارها این فکر کرده، ولی واقعا خودکشی کردن به دست خودمون خیلی سخته، ولی هر روز هم آرزوی مرگ میکنیم، هر روز آرزوی مرگ میکنیم، چون زندگی نیست، ولی زندگی سخته میشه، زندگیه. یکی از بزرگترین مشکلات آخوندها آیین رفتن به توالت. حالا یک آقایی این مشکل رو برای ما حل میکنه، یک آخوندی، و به ما میگه که مشکلات رفتن توالت چیه و سنگ توالت رو باید چجوری گذاشت. جالبه، آدم باید بیاموزه. و سوال آخر این است که میدونیم که رو به قبله و پشت به قبله نشستن در حال توالت و مسترا حرامه. حالا گاهی بعضی جاها در اثر کمبود جا این کاسه توالت رو یک کمی از قبل منحرفه. خب آیا انحراف کم کافیه یا حتما باید به صورت 90 درجه باشه؟ فرمودن نه، همین مقدار که اون کاسه یا خود نشستن انسان از قبل منحرف باشه کفایت میکنه. همین که بگن رو به قبل نیستی، پشت به قبل نیستی، کافیه. لازم نیست کاملا به صورت سمت راست قبله یا سمت چپ قبله، به عبارت دیگه به حد 90 درجه برسه. خب خوشبختانه این مشکلم حل شد. اگر یادتون باشه هفته پیش تصویری پخش کردم که دوستان درست کرده بودن برای من فرستاده بودن، شاید در جاهای دیگه هم بوده، اما جالب بود. شام آخر لئوناردو داوینچی بود که نظیرش رو درست کرده بودن که پزشکان و پرستاران هم درست مثل اون تابلو معروف نشسته بودن و شام آخرشون، و گفتم که ما برای همه اونها احترام بسیار قائلیم. اون موقع گفتم که ای کاش این شام آخر آخوندها باشه. حالا دیدم که مثل همونو درست کردن که آخوندها پشت اون میز نشستن، درست مثل تابلو شام آخر لئونارد که نشستن اونجا و دارن شام آخر رو میخورن، و اسمشو گذاشتن شام مفت اثری از بخوریانچی. بسیار زیبا بود آخوندها در شام آخر. حالا نگاه بکنیم به یک تصویر دیگری که یکی از بینندگان بازوق فرستاده. اروپا 1.5 میلیارد دلار از پولهای بلوکه رو آزاد کرد. چند روز پیش هم حدود 4.5 میلیارد غیب شد. امروز ظریف تو این وضع کرونایی رفته سوریه پیش رهبر سوریه. خواهش میکنم فکر بد نکنید. مدیونتونم اگر فکر بد بکنید. یک توصیه آخوندی: روز جهانی دعا و تضرع برای رفع ویروس کرونا در نظر گرفته بشه. توصیه بسیار جالبی است. حالا با هم نگاه بکنیم به این عکس که گروهی روی چمن نشستن و عکس گرفتن. تمام کسانی که در این عکس هستن الان در زندانن. جرمشون هم اینه که یک بیانیه دادن و گفتن آقای خامنه‌ای باید استعفا بده. خیلی هم محترمانه، اما همه در زندان هستن. و اون آقایی که طرف چپ نشستن آقای نوریزاده، و اجازه بدین خبر بدم که متاسفانه فرزندشون رو هم، علی نوریزاد رو هم دستگیر کردن. و حالا با هم نگاه بکنیم به این تابلو در یکی از خیابان‌های تهران برای کسانی که میخوان سریع ازدواج بکنن. جالبه، نوشته اجرای خطبه عقد و ازدواج عادی با مدرک معتبر قانونی بدون ثبت در شناسنامه. بدون ثبت در شناسنامه یعنی چی؟ یعنی صیغه دیگه، یعنی یه جوری نمیدونم. به هر حال کسانی که میخوان زن بگیرن و زن فعلیشون نفهمه و چند تا بگیرن، میتونن برن سراغ این تابلو و به این شخص مراجعه بکنن. و این هم
تیتر روزنامه کیهان تهران: سرگیجه آمریکا و اسرائیل از چرخش نور در دور زمین. نور همون ماهواره ای است که اخیراً فرستادن بالا و داره میچرخه و من نمیدونم نخست وزیر اسرائیل سرگیجه گرفته یا نه، ولی تا اونجا که میدونم آقای ترامپ هنوز سرگیجه نگرفته. و در یک قسمت دیگری از این روزنامه کیهان نگاه کنید به این تیتر: استقبال جهانی از تجربیات ایران در مبارزه با کرونا. تصور میکنم که این تجربه‌ای که دارن میگن که ایران پیدا کرده و کرونا رو معالجه میکنه که کیهان پوزش رو میده، همانا همون اونجای شطوره که باید بنوشن و یه جوی چیزی، واقعا یه چیزی مثل آب جوی. آخوندها از زمانی که قدرت گرفتن دشمن هنر خانم‌ها بودن، با خانم‌های خواننده مخالف بودن، اجازه ندادن که خانم‌ها صداهای زیباشون رو رها کنن. البته در دورانی زندگی می‌کنیم که اگر حکومت هم نخواد، خوشبختانه با این اینترنت خانم‌ها میتونن هنرشون رو همه جا رها کنن و همه بشنون. البته هنوز هم ایرانیان علاقه‌شون به خوانندگان قبل از انقلابه. در اروپا و آمریکا بیشتر مردم به دیدار کنسرت‌هایی میرن که خوانندگان قبل از انقلاب درش شرکت کردن. البته خوانندگان خوبی هم الان آمدن. میخوام یادی بکنم از خانم رامش. خانم رامش با اون صدای استثنائیش. خانم رامش ترانه‌های بسیار زیبایی رو اجرا کرده. خوشبختانه این روزها از طریق فیسبوک اغلب تصویر این هنرمند رو میبینم و یادی از اون میکنم. حالا چرا یاد کردم از خانم رامش؟ یکی از ترانه‌های بسیار زیباش به نام لب دریا، اخیراً هنرمندانی که تو خونه هستن به خاطر کرونا این ترانه رو به زیبایی اجرا کردن. البته اصل همیشه اصل صدای خانم رامش چیز دیگری است، ولی ذوق این برای بچه‌ها که از راه دور موسیقیدان‌ها با هم این ترانه رو اجرا کردن خیلی جالبه. لب دریا، دریایی که اون موقع ها تابستان ها به کنارش می رفتیم، لذت می بردیم. متاسفانه اونجا هم سانسور هست برای حجاب و خندیدن و غیره و غیره. لب دریا، گروهی از هنرمندان در خانه از طریق اینترنت با هم اجرا کردن. زیباست. شاعرانمون قرار بیقراری و گفتن بهانمون. لب دریا، لب دریا، لب دریا، لب دریا. قرار دل بردنمون، دوست دارم گفتنمون، برای هم به خاطر عشق قسم خوردنمون. لب دریا، لب دریا، لب دریا، لب دریا. گفتن قصه های خوب، قصه خوشی و غروب، قصه نخلای جنوب. لب دریا، لب دریا. صحبت ساحل امید، دیر
قسم خوردنم لب دریا لب دریا لب دریا لب دریا. خیال میکنم برای بچه ها خیلی زیبا اجرا کردن. شعر و آهنگ این ترانه از استاد جان بخش پازوکی است که همیشه بهترین ها رو ساخته. با یاد خانم رامش با شما بدرود میگم. فراموش نکنیم که همین آهنگ رو خانم رامش سالهای پیش در یکی از برنامه‌های من به نام تابستان خوند. حالا بچه هم خوب اجرا کردن. همه به یاد گذشته هستیم. شبها و روزهای خوبی براتون آرزو میکنم. شبها و روزهای بدون کرونایی. امیدوارم این کرونا بره. با تشکر از شما که برنامه های من توجه میکنید با شما بدرود میگم و باز هم شب و روز خوبی برای همه آرزو میکنم به امید دیدار.